سلام و باز هم سلام و باز هم درود و باز هم این که خیلی خوش اومدید. اینجا 7M برنامه خودتون، من مهدی هستم. خیلی چاکریم، خیلی خیلی چاکریم. منو عکس هر جا این دنیا هستی، امیدوارم که جانتان جور سلامت مشتی باشین، اینطوری لباتون خندون باشه، خواهر و برادر و خانم و آقایون. خب بچه ها، امروز اومدیم با شما با یک زندگی نامه دیگه از امیر خان، بازیگر افغانستانی بالیوود. امیر خان یا همون عامر خان که همه میشناسن، کیه که نشناسه؟ من خودم یه خاطره ازش دارم، پیکی و دیگه هست. بریم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم و ممنون میشم که نظراتتون رو برام بنویسین، کامنت کنید، لایک یادتون نره. خلاصه چاکریم، لیتس گو. امیر خان، ستاره محبوب بالیوود، افغانستانی یا هندوستانی؟ یادم بچه، لینک اصلی ویدیو رو هم حتما داخل توضیحات میذاریم، به چنل کابل پلاس حتما مراجعه کنید و خیلی ویدیوهای باحالی هم داره. ادامه. سلام، وقتتون بخیر. به یکی دیگر از ویدیوهای معروف افراد خوش آمدید. در این ویدیو نگاهی داریم به بیوگرافی امیر خان، هنرپیشه محبوب و موفق سینمای هندوستان. عامر حسین خان، معروف به عامر خان یا امیر خان، متولد 14 مارچ 1965 در ممبای هند است که در یک خانواده مسلمان چشم به جهان گشود. اصلیت و ریشه امیر خان به افغانستان میرسد. افراد خانواده او در زمینه فیلم و سینما فعال بودند. خانواده کلن، ببینید، من الان مثلا ترکیه به دنیا میام، این نمیشه بگید من ملیتم ترکیه است. پدر و مادرم کجان؟ اصالت اونا تا پدرهاشون مادرهاشون دیده میشه که اصالت اینطوری مشخص میشه که اصالت من مثلا ایرانه، مثلا امیر خان که الان درسته تو هند بالی بوده ولی اصالتاً افغانستان. پدرش طاهر حسین تهیه کننده سینماست و عمویش نصیر حسین کارگردان بود. بله، او تا کنون در چند تا از فیلم های پسر عمویش منصور خان هم بازی کرده. برادرش فیصل خان بازیگر است و آن دو در فیلم میله در سال 2000 در کنار یک دیگر بازی کردند. بله. با همه اینها، اطرافیان که امیر خان را پسری بسیار خجالتی می دیدند هرگز فکر نمی کردند او زمانی تبدیل به یک چهره بالیوودی شد. ولی خوشبختانه به امروز یکی از بهترین و سرشناسترین بازیگران سینمای هند است که کارنامه درخشان در این صنعت دارد. امیر خان سالها پیش عاشق دختر همسایه‌شان رینا دوتا شد. همه عاشق دختر همسایه‌شان، مگر اینکه دیگه همسایه‌هاتون دختر نداشته باشن مثل ما. من بچگی یادم نمیاد یه همسایه داشته باشیم، یه دختر داشته باشه، حتی هیچی. خلاصه اصلا تو فکرش نیم، ولی همه‌تون. امیر خان سالها پیش عاشق دختر همسایه‌شان رینا دوتا شد، اما پدر و مادر امیر خان به او اجازه ازدواج به این دختر را نمیدادند. همین که امیر خان 21 ساله شد از رینا خواستگاری کرد. رینا هم پذیرفت و آنها با یکدیگر ازدواج کردند. هرچند رینا دوتا در یکی از فیلم‌های امیر خان در صحنه کوتاهی حضور یافت، ولی یک بازیگر حرفه‌ای نیست و ای در یک آژانس مسافرتی کار میکرد. امیر خان و رینا تا مدتی ازدواج خود را از همه مخفی کردند، زیرا فیلمسازان بیشتر راغب بودند امیر خان در آن سالهای اوج جوانی تبدیل به یک بوت سینمایی شود. ولی ازدواج جلوه این اتفاق را میگرفت. اینجا موافقم بچه‌ها، چون اوایل امیر خان زیاد معروف نبود، اوایل ویدیوهاش یا من زیاد نمیشناختم، ولی یهویی رفت که رفت. خواه و ناخواه تعدادی از هوادارانش را کم میکرد. وقتی خبر عروسی امیر خان بین همه پیچید، تعجب همگان را برانگیخت و خبر در همه روزنامه ها و مجلات به نشر رسید. زندگی مشترک امیر خان و رینا همچنان ادامه داشت و آنها در محیطی ظاهرا آرام و بدون تنش صاحب دو فرزند شدند، یک پسر به نام جنید خان و یک دختر به نام آیرا. امیر خان راه پیشرفت و شهرت را به سرعت می پیمود و رینا گاه گاهی با او همکاری میکرد. او تهیه کننده فیلم پرفروش لگن هم بود. ناگهان در دسامبر سال 2002 امیر خان بدون مقدمه تقاضای طلاق کرد و این خبر بار دیگر همچون خبر ازدواج او باعث حیرت همگان گردید. آن دو در همان سال پس از 16 سال زندگی مشترک از یکدیگر جدا شدند. امیر خان چرا همه رو داری سورپرایز میکنی؟ ولی خب من حق میدم، از یه جایی به بعد زندگی ها باید جدا بشه، نمیشه به زورم بشه، نمیشه. و رینا حضانت فرزندانش را به عهده گرفت. اواخر دسامبر سال 2005 امیر خان بار دیگر ازدواج کرد. همسر او کران راو دستیار کارگردان فیلم لگن بود.
امیر خان در سالهای 1973 و 1974 به عنوان بازیگر خردسال در دو فیلم ایفای نقش کرد و بعد از آن پس از یک وقفه 11 ساله در فیلم بعدی خود ظاهر شد. 11 سال پس از فیلم قیام تا قیامت و موفقیت‌های عظیم، پیشنهادهای بیشماری به سوی امیر خان سراسیر شد و او در دهه 90 میلادی در فیلم‌های زیادی بازی کرد که معروف‌ترین آنها فیلم دل با بازی امیر خان در مدرن دیکشت است. دل کی یادشونه؟ آخ چقدر قدیمی بود دل. باور میکنید خیلی از صحنه هاش از تو ذهنم رفته، انقدر پیگیر نشدیم انقدر نه. چون من مثلا عادت دارم یک فیلمی که خیلی خوشم میاد یا هر چیزی خوشم میاد چند بار میرم نگاش میکنم که حداقل یه ذره از اون داخل حافظم بمونه. دل اوف در فیلم های زیادی بازی کرد که معروفترین آنها فیلم دل با بازی امیر خان و مدوری دیکشت است. پس از آن امیر خان علاوه بر بازیگری و فیلمنامه نویسی هم روی آورد. امیر خان در سال 1996 بعد از 8 بار نامزد شدن برای دریافت جایزه بهترین هنرپیشه کشورش توانست با بازی در فیلم راجا هندوستانی این عنوان را نصیب خود کند که در آن فیلم با کاریشما کاپور هم بازی بود و این فیلم پرفروش‌ترین فیلم آن دهه محسوب می‌شود. بازی امیر خان در نقش پلیسی که در مرز کشورش با توریست ها می جنگد در فیلم سرفروش در سال 1999 توجه منتقدین سینما را بیش از پیش به سوی خود جلب کرد و با بازی در نقش منفی در فیلم زمین در سال 1999 به این توجه و اطمینان قطعیت بخشید. امیر خان پس از فیلم‌های موفق لگان و آرزوهای قلبی در سال 2001 و تصاحب مجدد عنوان بهترین هنرپیشه مدتی از بازیگری کنار گرفت و مدت 3 سال چهره او بر سردر سینماها دیده نشد. آره امیر خان همیشه اینجوری بوده، یه مدت نبوده یه مدت بوده، یه مدت نبوده یه مدت بوده، اینجور اونجوری بود. او بیشتر این مدت را در حال آماده سازی برای فیلم بعدی خود قیام بود. قیام داستان واقعی یک شهیر هندی را به نمایش در می آورد. هرچند فیلم قیام با ارزش والای تاریخی و معنوی برخوردار بود و امیر خان به نحو احسنت از عهده ایفای نقش منگال پندی شخصیت اصلی آن برآمد، ولی به دلیل کم علاقگی مردم هند به فیلم های تاریخی و غیر عشقی فروش متوسطی داشت و سومین فیلم فروش سال 2005 این کشور شد. سال 2006 برای امیر خان با فیلم آن را زعفرانی کن آغاز شد و بار دیگر توجه منتقدین را به خود جلب نمود و او را برنده بهترین اجرا از نظر منتقدین ساخت. این فیلم پرفروش‌ترین فیلم سال هند نیز لقب گرفت و نامزد حضور در اسکار شد. هرچند که فیلم آن را زعفرانی کن در اسکار توفیقی نیافت، ولی در جشنواره بفتا در انگلیس برنده جایزه بهترین فیلم خارجی گردید. فیلم بعدی امیر خان فنا نام داشت که در کنار کاجل بازی بسیار خوبی را ارائه داد. فیلم کاجل، کجول، کجول، کاجول کدومشه؟ مثل یه سری اسما هست معلوم نیست. الان من مهدی، بعضیا به میگن مهدی، بعضیا میگن مهدی، بعضیا میگن میتی، بعضیا میگن مهدی و همش یکی. الان کجول، کاجول، کجول، کاجال کدومه؟ فنا هم مثل اغلب فیلم های امیر خان یکی از پرفروش‌ترین های سال گردید. معروف است که امیر خان در آن واحد فقط در یک فیلم بازی میکند که این موضوع در عالم سینمای بالیوود که بازیگران سرشناس آن معمولا در دو یا چند فیلم در یک زمان نقش بازی میکنند عجیب است. دلیل این کار او این است که میخواهد حد اکثر توانش را برای هر فیلم به کار گیرد. بعضی از مخالفان او میگویند این جدیت گاه سبب میشود که با کارگردان ها درگیر شود، زیرا برخی از آنها به اعتراضات امیر خان توجهی نمیکنند و بدون اینکه او از بازی در یک صحنه راضی باشد و سراغ صحنه بعدی میرند. میگویند او یک کمالگرا است. اغلب از او ایراد میگیرند که بیش از حد رو بسته است و گاه میگویند از خود راضی است و خودش را از کارگردان ها و همکارانش برتر میداند. این خیلی بده. رو راستی یا همون رک بودن از یک جایی به بعد دیگه رو راستی نیست، دیگه رک بودن نیست. به نظر من از یک جایی به بعد باید مراعات کرد، چون تبدیل میشه به کلمه های بعدی که معانی های متفاوتی دارن. این همیشه حواسمون باشه، هرچی آدم هم پرغرور باشه، هرچی هم خوب باشه، امیر خان هم باشه، به هر حال یه سری جاها باید تودار باشی.
اونایی که موافقه بگن یس را از کارگردان ها و همکارانش بردر می دارن. ولی شاید تمام این ایرادها و تهمت ها به این دلیل باشد که او اعتقاد دارد تمام وجودش را وقف حرفش کنند. او در زمان ضبط فیلم رنگ ها در سال 1995 لباس های خدمتکارش را قرض گرفت. در فیلم غلام در سال 1998 نیز زیر نظر مربی پردل جرأت بدلکاری تعلیم رانندگی مسابقات را دید و برای بازی در فیلم زمین در سال 1999 تمام حسن شهرتش را یک دفعه ای فراموش کرد. شاید وسواس امیرخان به کارش به خاطر کار گذشته او در تئاتر و شاید به دلیل تعالیم بیوقفه عمویش نصیر حسین در فیلم‌های نظیر منزل و زبردست باشد. در حقیقت این بازیگر متفکر در بیشتر کارهای پشت صحنه دخیل است و چهره دست نخورده و معصومانش با داستان‌های رمانتیک رومئو و جولیت کاملا هماهنگی دارد و همدردی تماشاچی را برمی‌انگیزد و این تصویر ذهنی به او اجازه نمی‌دهد که در بازی در نقش منفی به اندازه کافی موفق باشد. یه فیلم بازی می‌کرد چیز بود، پدرش اومده باز بود، بعد اینو تعلیم داده بود با داداش دوقلوش، یعنی تو دو نقش بود شما بعد بازی میکنه، بعد میرفتن دزدی پول جه. اسم فیلمه چی بود؟ خیلی یا یعنی خیلی نگاش کردم اسمش رو یادم رفته، لعنتی. اولین فیلمی که در آن امیرخان از حالت یک جوان مجرد و گاه نوجوان بیرون آمد و تبدیل به یک جوان عاقل و بالغ شد در سال 1995 و فیلم تنها من تنها تو بود. او که در آن زمان خود صاحب اولین فرزند خود جنید خان شده بود درباره آن فیلم میگوید تجارب شخصی من و احساسم نسبت به پسرم کمک موثری به ایفای آن نقش کرد. ایمان امیر خان هنرپیشه قهاری است و در این راه از چهرهش هم کمک های شایانی گرفته است. او محبوب دوستداران سینمای هند است و صرف حضور او در یک فیلم تماشاچیان بسیار را به سینما میکشاند. البته باید خاطر نشان کرد که فیلم دنگل با بازی امیرخان یکی از پرفروشترین فیلم های بالیوود در سال 2016 می باشد. فیلم پیکی نیز یکی از پرفروشترین فیلم های او در سال 2014 می باشد که انتقادهای زیادی را هم در بر داشت که من مذاهب گوناگون در هندوستان نگاهی متفاوت شده بود. نه اینکه هندوستان، بلکه کل دنیا، یعنی به نظر من تموم مذهب های دنیا میتونیم داخل این فیلم پی ببریم. این فیلم بالغ بر شاید بالای 10 بار میشه که من دیدم و هر دفعه که میبینم یه نتیجه میگیرم. تا آخرش به نتیجه اصلیش رسیدم. خیلی به فیلم ها تاکید میکنم، خیلی به فیلم ها دقت کنید، توجه کنید موضوعش و حقیقتش. اشتباهی نریم، تلفن اشتباهی نکنیم. فیلم سری دوم نیست که نقش دوگانه ای در آنها داشت نیز پرفروشترین و محبوبترین ها بودند. با این همه امیرخان در بسیاری از فیلم های پرفروش و مطرح هندوستان نقش بازی کرده است. امیدواریم که این ویدیو نیز مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. با تشکر از اینکه با ما همراه بودید، فراموش نکنید که چینل کابل پلاس را سابسکرایب کنید و نظرات خوب خود را با ما شریک بسازید تا ویدیوهای بهتر و بیشتری را برای شما عزیزان تهیه کنیم. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان. بله حتما نظراتتون رو بنویسید و خلاصه اینم از زندگی نامه امیر خان. همه گفتنی ها رو گفتیم، ببخشید اگه بعضی جاهاتون کم است، خلاصه و مفید. امیدوارم لذت برده بوده باشین. دم همتون گرم که تا اینجا بودین. تا ویدیو بعد، بای بای.